to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. از ترغوزآباد تا آبسرد اولیا، درگیری های ذهن سخن، برنامه ای از پادکست نوا به تهیه کنندگی اسد علی محمدی. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. امروز برنامه خودمون رو اختصاص دادیم به موضوع ترور در آبسرد اولیا. امروز دوشنبه دهم آذر ماه 99 هست، برابر با 30 نوامبر 2020، و این 121مین پادکست نوا و 21مین برنامه درگیری های ذهن من هست که تقدیم حضورتون میشه. همونطور که مطلع هستید، چند روز پیش در آبسرد اولیا یکی از دانشمندان هسته‌ای به نام فخری زاده به وسیله سلاح‌های اتوماتیک که مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. این شهادت خیلی عجیب غریب بود، چرا که ایشون دارای دو اتومبیل حامل محافظان ایشون بودند که داشتن از رستم کلای مازندران حالا برای چه کاری به آبسرد اولیا می آمدن که سر دور برگردون اینها مورد تهاجم تروریستی قرار گرفتن. این تهاجم تروریستی بدون حضور انسان به صورت کاملا اتوماتیک بدون استفاده از نیروی انسانی صورت گرفت، طبق گزارش خبرگزاری فارس. و خیلی جالبه که وسط این همه آدم هیچ کس توریش نشد، فقط و فقط این جناب فخری زاده که دانشمند هسته‌ای و اوپنهایمر ایران توسط رسانه‌های خارجی معرفی میشد، مغزش متلاشی شد، نخاش قطع شد و به مقام والای شهادت نائل آمد. حالا چجوری این اتفاق ها میفته و به طور اتوماتیک اسرائیل دیگه الان میزنه و میکشه ما نمیدونیم. داستان از ترغوز آباد آغاز شد، زمانی که کماندوهای اسرائیلی رفتن و اینها یک سری اسناد و مدارک نمیدونم چندین کامیون بار زدن و به خودشون بردن. در اون زمان نیروهای اصلاح طلب و ضد خشونت شروع کردن به خندیدن به ریش اسرائیل و نتانیاهو که برادر دیگه دوران کاغذ به سر آمده و نیازی نیستش که ما چیزهای تسلیحاتی و اتمی خودمون روی کاغذ بنویسیم، الان همه اینا رو میشه روی یک دونه از این دانگلا چیز کرد، ذخیره کرد و این ور اونور برد و چند نیروی کماندویی و چند کامیون اسناد و مدارک و فلان و اینها توی انبار نمیدونم کدوم شهرم بودش اینها ذخیره شده بود، چون بعدش بردی با خود اسرائیل. خب آدم سالم این کارا یعنی چی و اینا، ما خندیدیم، میدونیم میخندیم. این نخست وزیر سابق اسرائیل هم خندید، این اسم فخریزاده، محسن فخریزاده رو که می آورد همچون خواه خواه میخندید. ما اصلا نمیدونیم محسن فخریزاده کی هست. اوپنهایمر ایرون اوپنهایمر ایرون خندیدن. آقای نتانیاهو هم سال پیش اومد پای تخت سیاه، همونجور که ما میخندیدیم که نارنجک دستش گرفته بود یه چیز عکس یه دونه بمب گرفته بود دستش که این ایرون و اینا ما میترکونیم و اینا، ما میخندیدیم نتان رو نگاه کن میخندیدیم بی بی میخواد ما رو چیز کنه و اینا ترور کنه جمهوری اسلامی عزیز معظم ما رو.
در حالی که ما در حال خنده بودیم، اینها اسم این آقای دکتر چیز محسن فخری زاده رو اونجا نشون میداد با چوب دستی، میگفت میبینی بعدها باز هم این راجبی خواهی شنید. ما میخندیدیم اصلاح طلب ها و این ضد خشونت ها که خیلی نازنازی هستن، مثلا دشمن که میاد دم در خونه شون با اسلحه و توپ و تانک و فلان اینا، میگم بفرمایید تو قربون، خیلی خوش اومدی، سلام. در دوره اصلاحات باب شده بود که ما اگر کسی زد تو گوشمون ما یه شاخه گل بهش میدیم، میگیم سلام. خلاصه نمیجنگیم، ما ضد خشونتیم اینا. بعد اینا همینطور داشتن به این نتانیاهو میخندیدن، اونم ترقوز آباد. حالا انگار تو اسم ترقوز آباد این بدبخت گذاشت، خب چرا گفتی ترقوز آباد اسم اون محله است دیگه، حالا ما چیکار کنیم؟ دکتر قزاباد اولیاس، دولت قزاباد سفلاس، حالا هرچکس مثل همین آبسر. خلاصه مطلب آقا این نشون داد، گفت میزنیم جمهوری اسلامی هم که وارو بابا ما موشک هوا میکنیم چون محوت میکنیم اسرائیل محوت. باز دیدن این زیاد ما ایرونی حالیمون نیست، من از سریال درست کردم، سریال تهران در 9 قسمت قشنگ زیرنویس هم کردن، دوبلش هم کردن که قشنگ بره تو مغز ما. یه دختر خانومی رو فرستاده بودن ایرون که این جاسوسه بود توجه میکنید. بعد این جاسوسه آمد آقا شرکت برق رو زد نابود کرد، چیکار که اینقدر عجیب غریب اینو درست کرده بودن که آدم فکر میکرد که این سریال ایرونی ها درست کردن، چون به نفع ایرونی ها بود، نشون میداد خیلی ما با ارزه ایم، خیلی با ارزه ایم، اسرائیل خیلی بی ارزن. آخرش هم اتفاقا اسرائیلی ها شکست خوردن در سریال قسمت نهم، اپیزود نهم اینها اومدن نیروهای اسرائیلی که اومدن حمله کنن به طرف ایران، این ایرونی ها خیلی زرنگ بودن و باعث شدن که خلاصه نیروهای اسرائیل یه ده گفتن اصلا این سریال اسرائیلی ها درست نکردن، این سریال رو خود ایرونی ها درست، جمهوری اسلامی درست کردن به نفع جمهوری اسلامی. بازم سریال هم حالیمون نشد، نمیدونم چیز کردن، جاسوسه فرستادن فلان، باز حالیمون نشد، زیر نویس کردن سریال و حالیمون نشد، مجانی اینو در اختیار رو گذاشتن، حالیمون نشد، تا بالاخره این آقای محسن فخری زاده اومد به قول معروف به اتفاق همسر جانش از رستم کلا رفتن سمت دماوند. حالا یه دیگه میگن اونجا رفتن کباب بخورن، رفتن میخواستن برن رودهن گوش بخرن، چیکار کنن؟ با دو تا ماشین و محافظ پر از محافظای گردن کلفت، یعنی بادیگارد داریم ما، بادیگاردای این بدبخت آلمانیا و آمریکایی‌ها اینا رو که می‌بینی دماغشون رو بگیری نفسشون در نمیاد، یعنی پخش زمین میشه. معلم‌ها هر کدوم هیکل دارن 4 متر 3 متر، یعنی زبه. حالا بعد گفتش فارس که دید خیلی ضایع شده، گفت اصلا اینا میدونی بدون استفاده نیروی انسانی زدن کشتن، خیلیه، یعنی مسلسل اتوماتیک مثل این پهپادها که از آمریکا هدایت میکنه اینا زدن. بذاریم اول اسد یه موسیقی پخش کنه، اینجا الان ما رو دعوا خواهد کرد که شما نمیذاری ما موسیقی پخش کنیم، موسیقی تو پخش بکن تا من بعد بقیه صحبتمو ادامه بدم. سویا که جو کم تازم شد
موج رو گردم که زنی هر دم شانه دل دمویت دارد خانه موج رو گردم که زنی هر دم شانه موج رو گردم که زنی هر دم شانه خب یک موسیقی از خواننده اسرائیلی که ایرانی اسرائیلی شنیده، خیلی قشنگ، خیلی شادومات و قشنگ میخونه و ایشون خانومی هستن که در چیز هم در سازمان ملل هم با به زبان فارسی خوندن. باز میگه آدم شین، به ایرانی ها میگن آدم شین، به شادومات شادومات کنیم و چی میگن شادی کنیم، رفیق بشیم، ولی گوش نمیکنن دیگه جمهوری اسلامی. نه میخنده ترقوز آباد رفتن سند در آوردن اینا، بذار بابا ولمون کن تار خدا. خلاصه این آقا رو زدن. حالا خیلی چیزهای عجیب غریبی در این ماجرای ترور هست، داستانها رو زیاد پیچوندن، چیزهای عجیب غریب گفتن و اینها. ولی یک مورد هست که این سلاح اتوماتیک، ببینید تو هر ماشین 4 تا آدم جا میشه دیگه. حالا این دو تا محافظ، دو تا ماشین محافظ داشته، یعنی دو تا 4 تا 8 تا محافظ. از این محافظا گردن کنه هر کدوم اندازه دیوار و قد و هیکلشون. خیلی خوب، خانوم و آقای فخری زاده هم، بانوی فخری زاده هم در یک اتومبیل وسطی مثلا نشستن. بعد این اسرائیلیا اومدن آقا با سلاح اتوماتیک بدون اینکه انسانی در اونجا حضور داشته باشه زدن، همچین کشتن که فقط فخری زاده کشته شده. دقت کن آقا، یعنی نه خانومش کشته شده، این یارو محافظه هم که بهش گوله خورده پریده روی فخری زاده که این ادای بادیگارد و کوین کاسنر رو اینا رو در بیاره، خب گوله چند تا هم خورده ولی نمرده. اینش جالبه، اونو زدن کنار، یعنی سلاحای اتوماتیک اینو زدی کنار و زدن فخری زاده رو کشتن. خب حالا فخری زاده رو کشتن. حالا چجوری سلاح‌های اتوماتیک لامصب و دقیق میدونی بدونی که کسی دیگه کشته بشه، نمیدونم دو تا ماشین محافظ، هیچ کس کشته نشده، هیچ کس زخمی نشده غیر از این بابا، خانوم کشته نشده. این خانومه چیکار میکرده؟ خانومه در رفته گفته بزنین شوهره رو خلاص چیم از دستش، پدرمون دمه با اون موی آشفته و ریش آشفته و حرفاش. بعد به فاصله کمی پسرش اومده رسیده، پسرش از کجا اومده رسیده، چجوری خبردار شده ما نمیفهمیم. آقا خیلی موضوع پیچیده تر از این حرف هست میدونید. بعد حالا اتوماتیک بوده همه چی. حالا عملیات این محیر العقول اسرائیلیا چیزه، حالا گفتن ما انتقام میگیریم. خب بگیریم آقا، ما ببینیم این انتقام چیه؟ قاسم کدلوت رو که زدین، اینا گفتن این انتقام سخت میگیریم، ما ندیدیم. زینب رفت عروس عموجانش شد، رفت توی چیز لبنان، ویل کرد، اما دو روز بعد از مرگ باباش عروسی کرد رفت. زینب جان پدر شهید شد رفت. این قاسم کدلتو که انتقام سخت رو نهیدیم. مو بالاخره چه حالا ببینیم این آقای فخری زاده رو که کشتن این چجوری میشه بالاخره انتقام سخت؟ ما یه خورده طعمش رو بچشیم. بالاتر از خطر شوخی نیست. خب ما هم بریم به توی قبر تو اورشلیم. خب آقا مثلا منشه امیر همین آقا بوینده، این آقای رادیو اسرائیل که از اعصاب جمهوری اسلامی از دوران رادیوی طول موج کوتاه این خورد کرده، آقا بره یکی بزنین از این، نه اینکه زن بچه نوار فلان اشغالی رو بریم بزنیم، برین یه نفر بزنیم با دلمون ببینیم آخه بلدین شما یا نه. یا یاد سرگور با آلو بندر اون افتادم، ایشون
جاسوس ما بود، ارتش ایران بود، در خاک عراق عرب بودن ایشون و از با قول معروف گفتن این چهره سوخته، بعد این در نقش چوپان میرفت داخل خاک عراق. خلاصه ما رو هم آموزش داده بود. یه شب به ما گفتش که بچه‌ها بیاین حالا عربا رو می‌خوایم بگیریم. یه سری دستگاه و چیز موتور برق کوچولو و اونجا که برق نبود که 60 متر ما با عراقی و فاصله داشتیم، آمپلیفایر و اسپیکر و بلندگو اینا آورده بود. خلاصه به ما مأموریت داد که میریم وسط 60 متر ما بین عراقی ما، عراقی ها و ما، 60 متری که بود اونجا یه تانک سوخته بود، میرین این به اصطلاح بلنگوها رو میذارین، سیمش رو میکشین، میاریم اینجا آمپلیفایر وضع میکنیم، منم عربی چیز میکنم به اینا هشدار میدم. آقا ما اومدیم رفتیم بلنگوها رو گذاشتیم، سیما رو کشیدیم، اومدیم آمپلیفایر رو وضع کردیم و موتور برق رو راه انداختیم. سرگو به آلو بنده خدا بیامرزه ما اگر مرد، اگر زنده است عمرش دراز باد، که ما هم چقدر دوست داشت، ایشون رفت پشت میکروفون و شروع کرد فحش دادن که بیا اید صدامیان کافر، بیاید به نیروهای ایران بپیوندید، فلان کنید، بهمان کنید، با میزنیم سربازان غیور ایرانی هستیم، میزنیم پدرتون در میاریم. آقا یه دفعه دیدیم صدای سربازان قطع شد، یعنی سربازان صحبت میکنه و صدا تو منطقه پخش نمیشه. بچه‌ها بریم ببینید چی شد، این بلنگو شاید خراب شد، شاید ماری عقربی چیزی رفته خازن سوزونده و اینا. آقا ما رفتیم سیمره گرفتیم، رفتیم وسط عراقی ها و وسط گلوله و خمپاره و اینا منور و اینا، رفتیم اونجا کماندویی، رفتیم اونجا این دیدیم سیمه ته داره، بلنگو نیست. آقا عراقی بلنگو ها رو برده بودن، ارتش به اصطلاح رشید ایران خسارت دو تا بلنگو داشتیم اونجا، اونو بریده بودن، برده بودن. ما دیدیم ای بابای کماندوی اینا، ما کماندوهای ما یعنی خود ما چیزترم. حالا حکایت همین اسرائیلیای آدم کش هست و این حکایت بالاتر از خطر آبسرد اولیا. امیدوار هستم که برنامه رو پسندیده باشید. حالا باز ما خدمتتون میرسیم و درباره این مسئله بیشتر با شما صحبت میکنیم. هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
Thank you.